با فرارستن مراسم مذهبی اربعین امام حسین در شهر کربلا عراق بیش از 15 میلیون تن به این شهر سرازیر شدند. به این ترتیب مراسم اربعین در کربلا به بزرگترین تجمع و مراسم مذهبی در جهان مبدل گشت. شیعیان برای شرکت در این مراسم پای پیاده شهرهای مختلف عراق و همچنین کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان از چند روز به این سو به طرف کربلا حرکت کردند. به گفته مقامهای عراقی از 60 کشور برای شرکت در مراسم اربعین به سوی کربلا سرازیر شدند. این در حالی است که برای تامین امنیت این مراسم حیدر عبادی نخست وزیر عراق و همچنین وزیر دفاع این کشور وارد کربلا شدند. وزارت داخله عراق بیش از 35,000 نیروی امنیتی را برای پوشش امنیتی این مراسم به خدمت گرفته است. در این حال یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که شبان جمعیان مردمی در درگیری با 5 تروریست که قصد حمله انتحاری به زائرین امام حسین را در مسیر کربلا داشتند آنها را کشتند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که ارتش آمریکا قصد دارد اقدام های بیشتر در سوریه برای کمک به نیروهای محلی در جنگ با گروه داعش انجام دهد. کارتر افزود که احتمال دارد شمار نیروهای آمریکا از 50 نیرویی که بیشتر واشنگتن استقلال آنها را در سوریه اعلام کرده بود فراتر رود. کارتر که در کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا سخن میگفت افزود که این تنها یک آغاز است. از سوی دیگر اشتون کارتر از احتمال اعزام نیروهای نظامی به عراق نیز خبر داده است. عراق مخالفتش با نیروهای زمینی ایالات متحده در این کشور را اعلام کرد، در حالی که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که برای پیکار مؤثر نیروهای عراقی و پیشمرگان ممکن است واحدهای نیروهای ویژه آمریکایی در عراق جابجا شوند، اما نخست وزیر این کشور واکنش منفی به اظهارات داده است. نخست وزیر عراق میگوید که تنها با توافق حکومت عراق و حرمتگذاری به قلمرو این کشور نیروهای خارجی در عراق جابجا شده میتوانند. با گفته وی نیروهای عراقی نیاز به دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در نبرد با داعش ندارند. ارتش عراق عملیات گسترده را برای پسگیری بخش‌های شهر رمادی آغاز کرده است. وزیر دفاع عراق میگوید که ارتش این کشور آمادگی‌های لازم را روی دست گرفته است تا این شهر راهبردی را به زودی از نزد جنگجویان داعش تصرف کند. ارتش عراق از عملیات گسترده برای پسگیری شهر تمیم در 1 کیلومتری شهر رمادی خبر داده است. نوارهای تصویری پخش شده از سوی تلویزیون عراق نشان می‌دهد که ارتش عراق عملیات سنگین را برای پسگیری این شهر آغاز کرده است و عملات ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا نیز از روز شنبه به این سو پایگاه دایشان در شهر رمادی را بمباران کرده اند. در اعلامیه‌ای که توسط تلویزیون عراق پخش شده است از باشندگان این مناطق خواسته شده است تا برای مسئولیتشان تا زمان پایان یافتن این عملیات خانه‌هایشان را ترک کنند. شهر رمادی عراق که مرکز ولایت انبار است در ماه می توسط جنگجویان داعش تصرف شد. از سوی هم ارتش عراق می گوید که داعشیان بر شهر فلوجه که در 65 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد حمله کردند، اما با مقاومت سخت ارتش عراق روبرو شدند و عقب زده شدند. در مورد آغاز عملیات بازپسگیری شهر رمادی در عراق و همچنین حضور بیش از 20 میلیون عزادار شیعه در مراسم اربعین در کربلا با آقای سید هاشم هاشمی استاد دانشگاه بهشتی صحبت میکنیم. آقای هاشمی سلام بر شما، سپاسگزارم از مسئولیتان، خیلی خوش اومدین به استودیو تلویزیون. در آغاز در مورد مذهبی اربعین امام حسین که در شهر کربلا امسال در کربلا برگزار شده و امسال نسبت به هر سال دیگر تعداد زائرین خیلی بیشتر بوده، در مورد این روز در این مراسم در آغاز بگویید. به نام خدا و بر سلام حضور شما، سلام همکاران و بینندگان عزیز. ببینیم اربعین یک آیین مذهبی است و یک مراسمی است که خوب در مجموع به تمام جان اسلام برمیگرده و ارتباط میگیره، خصوصا به مذهب تشیع که اینا پس از محرم این 40 روزی که پوره میشه تکمیل میشه باز از 40 روز محرم تجلیل میکنن و این مراسم به نام اربعین یاد میشه و از چندین سال بدین سالانه و با گذشت هر سال بر موج هواخوانی این مراسم مذهبی افزوده میشه و امسال هم قرار گزارش ها میلیون ها نفر از سراسر کشورهای اسلامی و از کشورهای غیر اسلامی نیز مسلمانایی که علاقمند بودند به این مراسم حضور یافتند و خود را به عراق رساندند.
خب در تاریخ جهان مراسم و همینطور آیین های مذهبی چی از نوع ملیش باشد چی از نوع فرا ملی که عاشورا اربعین و مراسمی مثل این را یا مراسم حجی که در دنیای اسلام برگزار میشه اینا فرصت های خیلی خوب است هم برای کشورهایی که بانی و میزبانی چنین مراسمی هست و هم برای یک جمع کل یک مجموع کلان به نام کشورهای اسلامی که خوب استفاده کنن و بیان ارزش ها و گفتمان های علمی را و گفتمان هایی که او میتونه بر تقریب مذاهب و بر گفتمان اخوت اسلامی مفید و ممت واقع شود به این نکات اینا توجه بکنن و تلاش بکنن. حالا با توجه به ویژگی که این مراسم داره و اونم که در کربلای عراق برگزار میشه با توجه به وضعیتی که در عراق قسمی حضور داعش جنگ میان نیروهای نظامی عراقی و گروه داعش در این کشور و سایر مشکلاتی که در این کشور وجود داره چگونگی به تامین امنیت این مراسم در جانب نیروهای نظامی عراق و حکومت عراق چگونه بررسی میگیرین و تا چی حد این کشور آنچه هم که دیدیم نخست وزیرش و در پلوش هم خود وزیر دفاعش حضور داشته به خاطر بهتر تامین کردن امنیت این مراسم در این مورد هم عملکرد حکومت عراق را و نهادهای نظامی شد چه بنا میبینید؟ به خاطر اهمیتی که این مراسم داره یعنی اربعین دولت عراق نهایت تلاش را میکنه و ما قرار گزارش ها دیدیم که مقامات نظامی عراق آخرین تلاشایشان را به خاطر تامین امنیت این مراسم به خرج دادن و اطمینان دهی کردن در هر لحظه برای تمام کسایی که در این مراسم اشتراک کردن که هیچ گونه تشویش و نگرانی وجود نداره نیروهای امنیتی عراق به صورت کامل امنیت مراسم را تجلیل کرده و برای عراق قابل اهمیت است. خب این که چرا و چی باعث میشه تا 40 سال به سال پررنگ شه و خصوصا امسال حدود بالای 15 میلیون نفر اینجا اشتراک کردن در این مراسم بیشتر برنامه هایی که ایران داشته برنامه های فرهنگی این مؤثر واقع شده در کنارش که خود عراق و عراقی ها نیست برنامه ها و برنامه های از قبل طراحی شده برای این مراسم داشته. ببینید ایران نوع نمایش قدرت میکنه با این مراسم مذهبی در حقیقت یعنی با جمع‌آوری و با گرد هم آمدن یک کتله کلانی از مسلمان ها در یک نقطه و باور نشان دادن و نشان دادن این باورشان برای جهانیان هستیم کشورهایی که داخل هستن مشخصا ایران به نحو استفاده سیاسی میکنه از این مراسم مذهبی خب هم استفاده سیاسی است و هم در کنارش نوع هشدار است به دشمن از یک جهت ایران میخواد قدرتش نشان بده که این توانایی را داره تا کسایی که هواخواه خط فکری نظام ایران است اینا را از تمام نکات جهان با یک فراخوان مذهبی گرد هم بیارن و چنین تجمع بزرگ از انسان ها را تشکیل بده از جهت دیگر این وضعیت و جریان فضای حاکم نیز باعث شد تا این بیت یک کتله مردمی در عراق گرد هم بیاییم بخاطر تهدید بزرگ و جدی که داعش متوجه جهان اسلام ساخته خصوصا جامعه تشیع از این جهت اینا اینمی تهدید را به خاطر که رفع کنن و پاسخ بتن آمدن گرد هم جمع میشن در اربعین و به نحوی نشان میده که ما با هم متحد هستیم و هم همگرا هستیم چی فرق نمیکنه که در افغانستان هست در عراق هست کویت هست بحرین هست یا حتی در ممالک اروپایی و امریکایی هست ما جمع میشن در پاولی بس اربعین بحث امنیتی عراق هم یک بحث خیلی جدی است و با توجه به اینکه این گونه مراسم در عراق برگزار میشه خب قبلا هم اشاره کردم که زمینت بالای برخوردار است با توجه به اینکه نیروهای نظامی عراق تصمیم گرفتن تا اینکه شهر رمادی را دوباره کنترلش را به دست بگیرن و گروه داعش را در این منطقه شکست بدن و یک بار دیگر پیشروی داشته باشن تا حال عملکرد نظامیان عراقی را در امر مبارزه با داعش و نبرد با داعش چگونه بررسی میکنین تا چه حد نیروها اونچم که تا حد مشوره های آمریکایی ها بوده و در پلوش هم حضور نظامیان ایرانی که به گونه دیده شده و اثبات شده که اینا در این جنگ با عراقی ها سهیم بودن چگونه ارزیابی میکنین نبرد
روزگار داعش این روزها در عراق خیلی برای خود آنها قناعت بخش نیست، یعنی روزگار بدی را تجربه میکنن داعش. و در چند ماه اخیر ما شاهد گسترش جبهه جنگ به سمت داعش هستیم، یعنی نیروهای عراقی، هم نیروهای نظامی عراق، ارتش عراق و هم پیشمرگه های کرد و هم نیروها و هم نظامیان قبایلی و عشیره ای که در کنار ارتش عراق جنگ میکنن، اینا پیشروی های خوبی داشتن و همین دو روز قبل دو تا شهرهای خیلی عمده رمادی را که در قسمت های شمالی رمادی وجود داره اینا را تصرف کردن. ما اگر با اوج پیشروی های داعش از اون روز تا حالا مقایسه کنیم، داعش خیلی عقب زده شده و جبهه جنگ خیلی به نفع عراقی ها و ارتش عراق تمام شده، یعنی داعش عقب نشینی خیلی سریع داشته، از شمال عراق گرفته تا مناطق غربی و جنوب غربی را اینا عقب نشینی داشتن، یعنی صرف مناطق مرزی مرز سوریه و عراق است که در دست داعش قرار داره، اما نیروهای عراقی خیلی خوب عمل کردن و عوامل مختلف وجود داشته. یک دست از عوامل برمیگرده به تحولات و مدیریت جریان سیاسی و نظامی در درون جامعه عراق و یک دست از عوامل برمیگرده به تحولات و معادلات امنیتی که دچار تغییر و تحول شده در سطح منطقه. آنچه در داخل به عنوان فاکتورهای عمده موفقیت ارتش عراق بهش میشه اشاره کرد، یکی از او فعالیت های سیاسی است که دولت عراق روی دست گرفته. فواد معصوم رئیس جمهور عراق در چندین نشست و در نشست پاریس هم که چند روز قبل اشتراک کرده بودند به پروسه و طرحی که دولت عراق را انداخته به نام آشتی ملی به این طرح تاکید میکنه و این طرح در واقع یک قسمت کلانی از کسانی که ناراضی است و در مخالفت با دولت عراق میجنگند اینا را زمینه را مساعد میکنند تا بیان از راه مشارکت سیاسی در قالب دستگاه سیاسی عراق یک بحث دیگر که در مورد عراق برمیگرده و بر نفع بسیاری آگاهان به این باور هستند که بدبختی های امروز را که عراق باش روبرو است برخواسته از همین است که در روزهایی که آمریکا در عراق حضور داشت همون پیمان امنیتی را با آمریکا بر نفع جانب عراق قبول نکرد و رد کرد و بدبختی های امروز چه برخواسته از همین موارد میدارند. حالا که سر و صدای ارسال دوباره سربازان آمریکایی به عراق بلند شده و وزیر دفاعش میگه که امکان داره ارقامشان بیشتر شود و سربازان بیشتر و واحدهای ویژه نظامی خود را به عراق بفرستند به خاطر تامین امنیت، و در مقابل هم جانب عراق این اظهارات را رد میکنه و به نفع خوشنود نیست از اینکه دوباره سربازان آمریکایی به عراق بیاید. با وضعیت و تجربه‌ای که از حالت فعلی حکومت عراق به دست آورده، چقدر زمان فعلی نیازمند این است که سربازان آمریکایی به عراق برند و در پالش هم واکنش‌هایی را که حکومت مداره عراقی نشان میده برخواست از چه بوده میتونه؟ مشکل اساسی در این است که بین دولت عراق و آمریکا نوی بی‌اعتمادی ایجاد شده و این بی‌اعتمادی عاملش همون عملکردهایی بوده که دولت آمریکا در قضیه مبارزه با داعش در عراق انجام داده. عدم صداقت آمریکایی ها که بارها از طرف مقامات عراقی مطرح شده در مبارزه با داعش که از کلیدی ترین مواردی بوده که عراقی ها را به اعتماد ساخته نسبت به آمریکا و همکاری آمریکا. ببینید داعش تهدید است که به عراق خلاصه نمیشه، تهدید است که امروز فراتر از مرزهای ملی دولت ها رفته، تهدید جهانی است و نیاز به مبارزه جهانی است و فعلا وضعیتی که در روابط بین الملل شکل گرفته و اتحاد کلانی که در مبارزه با داعش ایجاد شده برای عراقی ها امیدواری ایجاد کرده، یعنی اونها پی بردن که حالا متحدین کلان را در سطح روابط بین الملل دارن که به خاطر زوال و نابودی این پدیده کار میکنن. مهمتر کدام کشورها؟ ببینید دخیل شدن جدی و شدید روسیه و مداخلات که روسیه در سوریه انجام داده یکی از عواملی که داعش پایش در عراق میلنگه و این روزها روزگار خوبی ندارم دخالت شدید روسیه است. و یعنی میگم که یک روز عراق خوشبین است از این که میتونه بدیلهای خوبتر نسبت به امریکا پیدا کنه؟ قطعا نه. ببینید همه بباری که عراقی ها نسبت به امریکایی ها داشت بارها مطرح شده و یکی از اون موارد عدم تسلیم دهی تسلیحات است که قبلا معامله حقوقیش بین ایران عراق و آمریکا ختم شده اما تا هنوز به عراق تسلیم داده نشده. آمریکایی ها حضور نظامیشان در عراق به او اندازه
مؤثر نیست تا اینکه حمایت های تسلیحاتی برای خود ارتش عراق فراهم بسازند، به خاطر اینکه در نحوه مبارزه آمریکا با داعش نوع تردید وجود دارد. فکر نمی کنین حالا که وزیر دفاع آمریکا اعلام میکنه که امکان داره سربازان عراقی دوباره به سربازان آمریکایی دوباره به عراق فرستاده شود، به یک نحو نگران است از اینکه جایگاهش در عراق کشور دیگر را به دست بیاره، اونم که شما اشاره کردین به اینکه نسبت به موجودیت بی‌باوری ها به یک نحو حکومت عراق هم در حال پیدا کردن بدیل است. فکر میکنین که این عملکرد و این اعلام تازه آمریکا برخواسته از این نگرانی هاش است؟ قطعا ما به این باور هستم، به خاطر که نوع جبهه گیری هایی که تازه در خاورمیانه شکل گرفته و حالا خیلی آفتابی شده، این دو بلوک بندی است که یک جهت روسیه تشکیل میده و یک جهت هم غرب به رهبری آمریکا، و این روزها برای عراقیان نوع امید ایجاد شده، به خاطر که در سوریه ما شاهد هستیم که روزها هم ارتش سوریه و هم حزب الله لبنان و سربازایی که از طرف ایران رفتن، اینا حملات خوب و موفقانه را برای داعش انجام دادن، برای عراقی ها نوع نمود ایجاد شده، و به خاطر که اینا خود را نزدیک بسازن به جبهه روسیه و حمایت های روس را جلب کنن، شاید حالا خیلی تمایل نشان دادن در همکاری با آمریکا. شکر خواهشم، خوش آمدید. ممنون از شما. و به نامه جهان نما تا چند وقت دیگر.